الكريم وصلى الله محمد وعلى أصحاب أجمعين بين دعاية تلویزیون ایمان و برنامه نکاس. السلام علیکم و رحمت الله. امیدوار هستم صحت و سلامت باشین و روزگار و حیامتان در این ماه رمضان خوش و خوشحال بگذره، در این ماه پر از برکت و فیوزات انشاءالله که با تن سالم و روان شاد به عبادت و روزه هایتان بپردازین. امی امیدواری ما هست انشاءالله تا به حال وقتی که میبینیم ماه رمضان امروز روز دوازدهمش است و یک بار دیگر ما رمضان رو بر شما مبارک میگم و همی رقم که آمد حال ما تقریبا به نیمه های رمضان نزدیک میشیم و این خودش از فضل و کرامت و مرحمت پروردگار است که بر ما بسیار آسان میساخته. با وجود روزهای بسیار دراز 16 ساعت 16 نیم ساعت در امریکا و کانادا، اما هنوزم تا جایی که میشنیم همه برادرها و خواهرای ما رمضان به خوبی سپری میکنن و به هر طرف تراویح ها، ختم های قرآن شریف و جمع شدن فامیلا و افطار های دست جمعی و یک خبر بسیار نیک است. دیگه به هر صورت انشاءالله تعالی که رمضان بسیار نیک باشه و امیدوار هستم که خداوند در این ماه از برکت دعای شما و از برکت تمام کسایی که مظلوم هستن و در افغانستان بیچاره و بیپناه ما که امروز مردم تکه و تکه خوار زار هستن و ای حالات هفته گذشته را قراره که کلتان شاهد هستین، در این شب و روز امیدوار هستیم که دعای از این فامیلای که قربانی دادن، از این فامیلای که جگرگوشه های خود از دست دادن، اگر خداوند رحم کنه که از این حالت، از این بدبختی مملکت ما را نجات بده و تمام عالم اسلام از این جنجال نجات. برادرها و خواهرای عزیز، ما امیدوار هستم که شما هم در این ماه رمضان دست دعایتان و توجهتان به مردم بیچاره و مظلوم ما و اشکال مختلف زیر رنج هستند، زیر مشقت هستند و زیر ظلم هستند، خداوند برای حال از وارم کنه، دستان همیشه بلند کنید. وقایع اخیر افغانستان فکر نکنم هیچ کس به تفاوت گذاشته باشه و ما فکر میکنم او تو قلب نبوده که نسوخته باشه و او تو چشم نبوده که عشق نریخته باشه و او تو دماغ نبوده باشه که راحت در ظرف یکی دو هفته آرام خوابیده باشه و آرام فکر کرده باشه. طبعا ما شما بازم میفهمیم که بنی آدم از آی یک دیگرن که در آفرینش یک جوهرن و اینا کس دیگر نیستن، اینا برادرها و خواهرای ما شما هستن، اینا هم لسان هم زبان هم وطن ما شما هستن، این افغان های ما هستن، کسایی هستن که در این شرایط این جنگ ها سرشان تعمیل شده و این جنگ ها و این رقابت قدرت های خرد و بزرگ گرد افغانستان مثل یک شیرینی که اطرافش مگس ها میگیرن، امروز افغانستان به اون شکل استفاده میکنن، شیره و جان افغانستان رو میمکن و با استفاده خود به نامهای مختلف و اشکال مختلف داخل فعالیت ها هستن، کدامش زودتر آدم بگوید. و این حالت است که واقعا افغانستان از این کل ما رنج میبره. تمام عناصر که دخیل هستن، ما شما واقع چوک زنبق یا چارای زنبق تعقیب کردیم، واقعا نی به نوی خود یکی از کلانترین ضربات بود که داخل شهر کابل زده میشه توسط گروپ های مختلف یا اشخاص مختلف که در اینجا سوال های بسیار زیاد مطرح است، در حالی که خود ما شنیدیم و میگویند که گروپ حقانی و حساب مسئولیت از زیر شبکه حقانی مسئولیت از زیر میگیره و گرفته، اما پشت کاسه چی نام کاسه هاست و پشت پرده چی نیم پرده هاست ما شما از اون نمیفهمیم، غیر خداوند میفهمه که واقعا فتنه و منافقت و بندازی است که امروز به هیچ شکل آدم از هر کس هر چیز امکان پذیر است و یا یکی از علائم آخر دنیاست که وقت میرسه که انسان به اندازه دروغ میشنوه که دروغ باور میکنه و به اندازه و حساب مردم راستگوی و صادق کم میشه که از این خاطر آدم نمیتونه اکثر هیچ کسی اعتبار کنه که گپ کی رو درست گوش کنه و باور کنه و تصدیق کنه. از این خاطر تمام عناصری که دخیل هستن در مسائل اوضاع و احوال افغانستان ما شما میبینیم و از جای مختلف آوازهای مختلف برمیخیزه و هر کس یک کس ملامت میکنه، اما در مجموع کلش یک طرف و ما به او حال شهدای ما، به او حال کسایی که زخمی شدن ما اضافه تر
از 200 نفر در جریان دوم جوزا، دوازدهم جوزا و سیزدهم جوزا از دست دادیم. و یکی دو روز پیش شما خبر شدین که در خود مسجد جامعه رات هم یک واقعه شد و در اونجا انتحاری صورت گرفت و در حدود 20 نفر رو در حدود 18 نفر کشته و شهید به جای گذاشت، در حدود 20 اضافه تر از او. از کجا عزیزتر بگویم در این ماه رمضان از برای خدا کسایی که ادعای مسلمانی میکنن، خدا هیچ قاموس جور نمیه که مسلمانی کار در حق مسلمان بکنه و هر اجندایی که باشه. ما شما وقتی که با تاریخ اسلام گذر بکنیم، در ماه احرام، در ماهی که احرام بود، ماهی که در سه ماه به حساب ماه احرام بود، در این حتی دشمن ها و کسایی که ضد عقاید اسلامی بودن و در این صورت جنگ خونی زیر استاپ میکردن به امر خدا. اما مسلمان امروز در ماه رمضان که در روزای رحمت باز است و شیطان به حساب در زنجیره است، اما همونطور شیطان صفات های پیدا میشه که همونطور عناصر را در صحنه میارن که یا باز بین بردن خود تمام انسان های بیگناه دیگه را از بین میبرن. این برادر غصه ها زیاد است، خواهر غصه ها زیاد است و ما شما یگانه کار کرده میتونیم. درست است که دعا خودش در جای خود از کل چیز که در نزد خداوند مقبول است، اما ما شما نمیتونیم به تفاوت باشیم. در هر جایی که باشیم ما باید اتحاد هم بستگی خود به حساب نشان بدیم با ملت مظلوم خود، با مردم بیچاره و رنج کشیده خود در هر جایی که هستن صدای خود برسانیم و با اونا پیام خود برسانیم که ما در هر حالت با شما هستیم. اگر جسما از شما دور هستیم اما روح روان ما با شماست. برزی که هیچ کس نمیتونه که از افغانستان با این شکل به تفاوت از افغانستان بگذره و با این حالت باشه. از او خود ما شما شاهد بودیم که دفته پیشتر در فریمان یک سلسله مظاهرات یا تظاهرات صلح‌آمیز، تبند اینجا کلش صلح‌آمیز باید باشد، مردم با احساس ما جمع شدن و این به ابتکار و سرپرستی یا لیدرشپ افغانهای مقیم بیریا، گروپ همبستگی مقیم بیریا یه حرکت برا انداختن و اخبارش ما شما به اشکال مختلف دیدیم در تلویزیون ها که کلگی جمع شدن و روزه خدا به حساب افطار کردن با آب و خرما و کلگی استدای دعا کردن، استعاف دعا کردن بر روی شهدایی که امروز در بین ما نیستن و بر فامیلایشون بر زنام از خداوند صبر جمیل تقاضا کردن. و این کارا به شکل باید صورت بگیره در هر جای و این به این معنی نیست که ما از افغانستان خارج هستیم. درد و غم ما کل شمی داخل این وطنهایی که هستیم و در این ممالک که هستیم ما باید همیشه خود دخیل بدانیم. در افغانستان تا جایی که ما شما تحقیب کردیم خبرها را زد و نقیز خبر میرسه و خود منابع خبر رسانی اینا هم به حساب میدیای سرتاسری اخبار مختلف برادم میده و از طرف دیگه سوشل میدیا هم خودش در ذات خود کارهای خودم میکنن که هر کس نظریات خودم اندازه و ما شما رو در جریان به هر صورت قرار میگیریم. یعنی سابق باره نیست که تنها منتظری خبر باشیم که از تلویزیون آریانا یا از تلویزیون یا از اخبار امید یا و غیره و غیره بر ما خبر بده. امروز از همه جای بر ما شما خبرها میرسه. ای برادر گل، ای خواهر گل، در این شب روز ما شما سوگوار هستیم. البته سوگ در ذات خود اما سه روز خدا داره، اما حالت افغانستان واقعا حالت سوگ است، حالت دربدلی است، حالت بیچارگی است. در این ماه رمضان و این فامیلایی که کلشان زخمی دارن و این فامیلایی که امروز قربانی دادن، شما تصور میکنین که در او خانه دیگر اصل آرامشی که در ماه رمضان باید باشه که یک فقیر با سفره بسیار محقر خود خوشحال می باشه برای اینکه مهمان خداست. همو رو متا این شیطان صفت ها از یا گرفتن. در موضوع روز اول ما شما مشاهده کردیم که یه بمر کفید داخل امی ترک که فاضل ها به می برد و یه ترک که به حساب وسایل فضلات می برد و در این کفید و ما شما دیدیم حتی اکساش بر آمد که یه ترک می خواست در تنجین جای استاد کنه و پلانای مختلف داشتن و به جای خود کفان که شاید اصلا مسیرش در اونجا نبوده باشه، اما قراره که زیر سوال جواب قرار گرفت. اگه شما دیده باشین در این معلوم میشه که ایره قصدن خود کفان
و پیش از اینکه به اهل مربوط خود برسه. به هر صورت در جای کفید که مردم بیگناه زیادتر بودن، آبرین زیادتر بودن، کسایی که با وسایل نقلیه و توسط موتورهای شخصی یا کرایی یا تاکسی ها بر طرف میخواستن برن، طفلا و اولادا و حساب با پدرها و مادرهای خود شاید طرف مکتب میرفتن، شاید به طرف شفاخانه میرفتن. به هر صورت ما شما رو دیدیم. سر از این میرسه روز دوم ما شما دیدیم که مردم بالاخره و بالاخره صدای مردم گوشت با استخوان رسید و صدای مردم بلند شد. و در این شک نیست که بر بلند کردن از این صداها ما شما گفته نمیتونیم که یک قیام خود جوش بود و این صدا شده بود سر مردم و قبلا به وسیله رسانه های خبری و سایل فیسبوک و غیره ایت ها شده بود که ما با جاده میبریم و میریم صدای خود به ارگ میرسانیم یا برگ نشینان میرسانیم و می کار کردن. و در این قسمت ما شما دیدیم که همی حرکت از یا به یک جنبه دیگه به حساب به یک حرکت دیگه تبدیل شد و در این سوء استفاده های قرار گرفت از این تا جایی که ما می فهمیم مرکز آجندای خود داشت. حتی بسیار خجالت آور است که در جریان از این کسای بیرق ترکیه را بلند کردن و کسای بیرق ایران را بلند کردن و بعضی کسا ما فکر نکنم بیرق پاکستان را جرات کرده باشند، اما در مجموع این بین نظمی ها شد و استفاده ها شد. و در این مورد تا صحبت های موجود است که شاید همی فیرای را که از طرف اساکر و پلیس میگن شده یک تعداد شاید از داخل کلکین های اپارتمان های اطراف شده باشد. قرار همی خود سر آقای ایزدیار که به حساب سلام است یا سالم ایزدیار خدا و بخشش روش غریق رحمت کند و بسیاری کسا میگن وقتی که گلوله خورد بر روی خود از طرف پشتش به طرف اساکر پلیس ها بود و گلوله از مقابل یا گلوله از مقابل اصابت کرده بر رویش. از این خاطر این موضوعات کلش یک پزل است، یک معماس که کس بیا حل کنه. و روز بعدیش ما شما دیدیم که 3 نفر انتحاری دیگه به شکل خود داخل جمعیت گروه کسایی که برای تشییع جنازه از سالم ازدیار جمع شده بودن و در این رهبری جمعیت اسلامی هم اکثرشان در اینجا بود و چی شکل صورت گرفت و دیام تلفات سنگین داده شد. و روز بعدیش ما شما تقریبا 3 روز متواتر ما شما شاهد خونریزی و زخمی شدن و قربانی دادن بودیم که در حدود 500 نفر تنها در شهر کابل دمی چند روز جانهای خود از دست دادن یا شدیدن زخمی یا مایوب شدن. رئیس باید وظیفه کل ماست که صدای خود را بکشیم و این صدا بلند شده و این شورش یا قیام مردمی به شکل صلح‌آمیزش خیمه ها و سرکا زده شده و مردم میخواین صدای خود را برسن. مردم به سطوع آمدن از این که چرا امنیت در داخل افغانستان، داخل شهرهای بزرگ، مخصوصا در داخل کابل این تامین نمیشه، علتش چی است؟ یک عساکر خارجی که به حساب دمد مملکت ما شما و مخصوصا در کابل و اطرافش است، یا خیلی وظیفهشان چی است؟ با این که امریکا ادعا میکنه که ما روز میلیون ها دلار برای جنگ با تروریسم استفاده میکنم و این ممالک دیگه که در دوربر از یا به حساب ناتو است، اینا چی میکنن؟ سوال از اینجاست که ها چی رقم برداشت دارن؟ این سوال است که ما شما باید از خود سوال کنیم که آیا امیا که هستن واقعا به نفع مردم هستن؟ آیا افغانستان حکومتش یا دولتش به حساب از خود صلاحیت داره، از خود قدرت داره، از خود مشکلات اقتصادی خود خودش تامین کرده میدانه؟ و این سوال ها شما رو به این نقطه میاره که امروز ما خود ما معاش خود نداریم، معاش ما رو از خارج میاد. از هر جایی که پول آمد، از هر جایی که نان تداب سر به سر خان همو کنترولت میکنه. و امروز این رو باور کنیم، ما شما این رو باید به این متقید باشیم که مملکت ما شما تجاوز بهش شده و این تجاوز از اندازه گذشته. نه تنها تجاوز بین المللی، تجاوز همسایه های ما همیشه بوده و امروز به شکل کلی حتی داخل هر داخل علاقه ها داخل بنیان خود دولت حکومت یا نفوذ کردن و امروز هیچ کس بر هیچ کس اعتماد کرده نمیتونه. هر کس میگه به شکل میگه که ایتور کرد و ایتور کرد و اسناد موجود نیست. وقتی که میگن وقت محاکمه میسپاریم، کدام چیز شما زیادتر زودتر با محاکمه میسپاره؟ با چیزایی که تا بال سپرده شده از او چی نتیجه گرفته شده؟ همیشه نتایجش مانده برزی که آجندا و قدرت
با کنترل در دست خود دولت حکومت نیست. اون روز اگه شما دیده باشین دکتر عبدالله یک مقاله را پخش کرده بود که یک جملهش همی بود که ما اصلا کنترل ندارم، ما صلاحیت ندارم. اگر تو صلاحیت نداری خیلی در اینجا چرا گلونت پاره میکنی؟ چرا در اینجا شیشتی؟ شما خو مردای به حساب مجاهد بودین، کسایی بودین که در سنگر جهاد بودین، با مجاهدین بسیار نخبه هم سنگر بودین. شما را چی شد؟ چرا شما جانتان خبرتان شیرینی میکنه که حتی در مو حالت هم خود گرفتین؟ اوکی، اگر از خاطر عزیز که مصالح در بین است و میخواین که شما بودنتان خیر بر مردم برسه، خیلی طرف دیگه ادعا میکنید که شما در صورت کنترل ندارین، گپ شما شنیده نمیشه. خیلی شما با چی در اونجا هست؟ چرا به صف کسایی که معترض هستن، به صف کسایی که به خیابان ها برآمدن، چرا که از هم نمانده میشه؟ حالی شما میگین که ما یک چوکی یک امتیاز نیست، برای ما چوکی یک مسئولیت است. آقای دکتر عبدالله، با خودت نمیتونی که مردم ها به حساب به شکل در اخبال قرار بدی. باید گفتی اگان افغانی بگیم اگه شنگ تا معلوم کن در کدام پله هستی، یا در پله غرب هستی یا در پله مردمت هستی. و همون مجاهدینی که با دست خالی، با شکم گرسنه، با وضع بسیار خراب، با سلاح بسیار ناچیز، تانستن که افغانستان از چنگ روس خونخوار نجات بدن. من مطمئن هستم فرقی که دهی بودی بود، فرقی که بود که ما در اول در هر چیز خداوند دادش داخل میدیدیم، یعنی تقوای دینی موجود، تقوای سیاسی موجود بود و کل توکل به خداوند میکردن و حرکت میکردن. امروز ما که سعی میکنم ترجیح ایمان روز به روز ضعیفتر شده میره از کل ما شما، و او ایمانی که 30 سال پیش مردم داشتن، او ایمان ما ندارن. و در این سر از این سا کار شده، نفسای ما شما را تغییر دادن، افکار ما را مخشوش ساختن، ما شما را شستشوی مغزی دادن. این میدیایی که آمده، این خبرایی که است، یعنی اگالت عدم اعتماد بالا یکی دیگه، این اگالت آمده. و این مردم بسیار زیاد در وضع خراب قرار داده، ایران هستن به کدام طرف برن و کی پیام بدن و کی درد دل خدا بگه. گفتی اگان گفت ما مردم افغانستان امروز، ما مردم شهر بر طرف میریم کشته میشیم، بر طرف میریم دست میریم با گلوله از ما پذیرایی میکنن، با کجا بریم؟ خیلی چی بکنیم؟ و یک حالت بسیار سخت است. رول دنیا را که بررسی کنیم، فکر میکنیم که دنیا با دخالت خود میتونه که مشکل افغانستان ختم کنه؟ سوال هم جواب منفی داره هم جواب مثبت. اگر دنیای آزاد، اگر ممالکی که به حساب ساکرشان در افغانستان است تصمیم بگیرن که جنجال ختم کنن، بله امکان پذیر است، برزی که اکثر عناصر که اینا پشتیبانی و سپورت میکنن و پیسی از یا از اون طرف هم سلام میگیرن، این طرف هم دولت هم سلام میگیرن. امروز عربستان و سعودی با تمام تاسف، ما شما میبینیم که امروز یک مملکتی که قبله تمام مسلمان ها داخلش است و مردم با بیلیون ها دلار مصرف میکنن، هر شب و روز که در خاک عربستان باشن عبادات خدا کنن و حج خدا یا عمره خدا و غیره مناسک خدا انجام بدن. امروز دولت عربستان امروز به مقابل یمن که یک مملکت بسیار کوچک است که به دستاویز ممالک که ایران است و ممالک دیگه است که در این قسمت دخالت دارن به اشکال مختلف منافعشان است، دامن زده میشه. و از طرف دیگه پشت پرده که ببینید بازم امریکا در اون طرف هم به دل میزنه هم به کاسه. از این خاطر سلام فروشه 110 بیلیون دلار سلام فروشه. سلام برای چی؟ سلام برای از این که عربستان از پادشاهی خود دفاع کنه، سلام برای از این که عربستان بتونه دیکتاتورشپ خود و می شکل نگاه کنه، سلام برای از این که امروز وظیفه مقدسی را که مردم خصوصا ممالک اسلامی در قبال دیگه مردمای مسلمان در جهان دارن، از یا و حساب ایواز که بیا برسن مشکلاتشان را حل کنن و با دفاع با و به یک قدم انگام شون، یا صلاح برای خود و دولت امریکا را و امثال زیره با یک قدر صلاح که یک ذریش هم گفتی یکی از رهبرها گفت که اگه این سلام در داخل عربستان به بازم کسی که این صلاح را باید استفاده شو از صدا کنه بازم از بیرون باید بیاد. برزی که متاسفانه داخل عربستان این رقم شرایط مساعد نیست که کسی بیاید و این صلاح را اول سرش اعتبار شود دوم بیاره استفاده کنه. از این خاطر من این را قصر از خاطر یاد کردم که امروز
عربستان که پول تمام ممالک اسلامی به یک شکل در جیبش است، برای اینکه سرمایه که عربستان داره به خودش تعلق نداره، این به امت اسلامی خداوند به حساب سرمایه هایی که به ما شما داده چی شخصی است، چی اجتماعی است، چی به ساحه سوی مملکت است، یا کلش از ذات خود مسئولیت هایی در قبالش است که ما چطور میتونیم که از این مسئولیت ها خود دور نگاه کنیم. اما امروز عربستان هم میبینیم که روابط خود با قطر قطع میکنه. سوال پیدا میکنه چرا؟ وقتی که مطالعه کنیم، چون قطر چند میشه که با حزب حماس در داخل فلسطین و بیروت میخواه که کمک های خود قطع کنه و این تخریش باعث تخریش عربستان شده، برای اینکه عربستان در پشت پرده با اسرائیل همدست است، با اسرائیل قول برادری انداخته از سال 2013 و در این قسمت چون حماس سلانت است، در این قسمت سلا دادن از او مشکلاتی که در داخل فلسطین است نمی باشه و کسی نیست که به نام حماس جنگ کنه. در این صورت اسرائیل از خود سلای نداره، از خود یک دلیل نداره که بره باز به نام جنگ با حماس و حمله بر حماس یا دفاع از خود کارهایی بکنه که ملت بیچاره و مظلوم فلسطینه که با حدود 40-50 سال از زیر زمین اژدهای ظلم یوغش به سر میبره و به شانه میبره ایره باز تحمل کنه. این کلش ببینید، نیره از خاطر تحلیل شخصی خود کردم که چرا عربستان، چرا امریکا فکر خود است. امریکا امروز در افغانستان گرفته بر آرامش مملکت ما شما نرفته، ایره واضح کل ما میفهمیم. اگه امروز پول میده، در مقابلش پولای ما دزدی میشه، در مقابل کوههای ما شما خالی میشه، در مقابل جوانای ما شما را به حساب طرف گمراهی و فحشا و یا تشویق میکنن. امروز تلویزیون های ما را سیر کنین، اکثرش خبرایی که میگن اکثرش دور است. خب بعضی چیزایش آدم گفته نمیدانه، اما در مجموع هدفشان نیست که جوان از ذهنیت چی رقم غرب زده بسازه. حلی شریعتی در یکی از کتابای خود میگفت، میگفت ما شما یک ملت وقت میتونیم ما تسخیر کنیم که فرهنگش هست. وقتی فرهنگش مسخ کردیم، مسخ کردیم، خود به خود جانشین از یک فرهنگ جدید ما شما میتونیم جای بجا کنیم. وقتی فرهنگ یک مملکت مسخ شد و امو ارزشایی که در مملکت است، او کلتور و خوبیایی که اساساستا خود تبدیل میکنه به فرهنگ بیگانه و می خود بیگانه پرستی باعث بدبختی میشه و دروازه را بر فساد و فحش آواز میکنه. و امروز ما شما شاهد هستیم که افغانستان در این حالت که است. اما شعر فروخی از دیالم شعر است که میگه شب چو در بستم و مست از می ناوش کردم، ما اگر القب در کرد جوابش کردم، غرق خون بود نمیمرد ز حسرت فرهاد، خانه من افسانه شیرین و بخوابش کردم. امروز برای ملت ما شما افسانه های شیرین زیاد خوانده شد، امروز با گوششون لالابای خوانده شد، امروز برای زیاد گفته شد که حقتان ما میگیرم، امروز برای زیاد گفت که ما عدالت میکنیم، برای زیاد گفته شد ما قضاوت میکنیم، شکم گشنه را سیر میکنیم، ما امنیت میاریم، ما صلح میاریم، ما اتم میکنیم، ما اتم میکنیم. شما امروز ببینید این ظرف 13 سالی که تیر شد، شما ببینید چقدر تغییر شما از روز تا حال میبینید. 13 سال پلاس 2 سال 15-16 سال میشه که شما در جریان از چی تغییرات آمده. درست است تعمیرات جور شده، داخل از دکانها دور شده، سوپر مارکت‌ها، زیادترین تلویزیون‌ها در افغانستان جور شده. من فکر نکنم هیچ مملکت یک تلویزیون داشته باشه در این شرایط که افغانستان داره. ماشاءالله از تلویزیون‌ها از چی میرسه؟ از تلویزیون‌ها از کلش بوی غرب می، شوهای غربی است، شوهای که گمراه کننده است، کل از این مملکت به حساب طرف فساد سوق میده. این از خاطر براتون بگویم که تا دل خود ما با حال وطن خود، با حال ملت ما نسوزه، هیچ کس به حساب کار کرده نمیتونه. اول این درد خود ما شما میگه سرشک از چشمم پا کردن چی حاصل، علاج کن که از دلم خون نیاید. ما شما اول این خون ریزی رو استاب کنیم. ما باید از این ما و من، زین ما و من که داریم آفاق در ستیز است، ای کاش سرمه گردیم تا این صدا نشیند، تا ما و شما ما نشیم، تا ما نشه و این ما گفتنها ما نشه، ما هیچ وقت نمیتونیم به سرمنزل مقصود برسیم. در زمان جهاد شما دیدیم در جهاد در مقابل روس، چرا ملت افغان دانست که موفقیت به دست بیاره و افتخاراتش به حساب
بعض ترور کردن، هایجک کردن، گفت یگان افتخاراتش امریکا، گفت ما اگه استنگر نمیدادم، ما اگه سلاح نمیدادم، مردم افغانستان موفق نمیشه. خادم از اسباب عالمش فراموش نمیکنه که عالم اسباب است، اما ایمان مردم بود، صداقت مردم بود به خاکشان، به وطنشان و از همه بالاتر به خدایشان، به ناموسشان استاد شدن و خون خود دادن. ما شما امروز قربانی ها رو هر روز حساب کنیم واقعا زیاد است، اما شما در حدود 1.5 تا 2 میلیون قربانی رو حساب کنیم و در مقابل قمعلول حساب کنیم یا از کجا می آمد. در داخلش فتنه ها بود، فساد بود، جاسوسی بود، رویسایی بود، منافقت ها بود، دروغگی ها بود، اما مردم جهاد خدا در سنگر گرم جهاد جنگ می کردن و خونهای گرم خدا می ریختن و فامیلا رو ما شما می دیدیم که یک فامیل شهید اگه یک اولاد شهید می داد، اولاد دیگر خودم تشویق می کرد. یعنی کلش اخلاص و اراده مردم با دینشان، با ناموزشان، با خدایشان بود. از امو خاطر خداوند اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا، فوج فوج پیروزی را آن از این مردم ساخت، مثل که پیامبر صلی الله علیه و سلم در قرآن خطاب میکنه با میهای مبارک و میگه ای محمد، و روز میرسه که مردم فوج رو به طرف اسلام میه و خودت فاتح میشی. و افغانستان این پیروزی را چشید، مردمش این پیروزی را چشید و صلح و ناامنی را چشید، اما ما با این چی کردیم؟ خداوند برای ما چانس طلایی را داد، شب و روز دست ما و شما بالاست، ما با این امتیازی که خداوند برای ما داد با این چی کردیم؟ خود ما گرفتیم خرابش کردیم، خود ما رفتیم بازار قومیت، بازار عزبیت، بازار لسان، منطقه، بازار کل چیز تازه ساختیم و هر کس که به قدرت آمد نفر خود کش کرد، هر کس که به قدرت آمد همزبان خود کمک کرد، مردم بیچاره در مولت هم بیچاره بودن حالان بیچاره. از او قدر این جفایی که در قسمت ملت افغانستان شده باور کنیم، قلب کل ما شما، اما این قصه که من میگم قصه واقعیت است. ما شما کل ما در اینجا که آمدیم، در اینجا از بود حادثه هم نامدیم، ما شما ما از بود حادثه اینجا آمدیم واقعا، اما خداوند تقدیر ما را قسم رقم زد که ما در مهاجرت زندگی کنیم. اما این مهاجرت به این معنی نیست که ما از ملت خود، از مردم خود جدا هستیم. با استثنای کسایی که وطنشان، پولشان بود، شهرتشان، چوکیشان، همه چیز برشان بود، اونا شاید چیزی کم بود هم نشه، اما فکر میکنم در این شرایط که آمد هیچ کسی نیست که دلش به افغانستان نسوخته باشه. برای اینکه حالت که آمد سر مردم است، اما کسی که کمترین احساس هم داشته حتما در این شرایط گریان کرده. پس در این ماه رمضان، در این ماه که ماه برکات و فیوزات است، در اولش ماه رحمت بود، در دومش در مغفرت است و در آخرش خودش ایجاب است یا دوری از آتش دوزخ، نجات از آتش دوزخ است. از او خاطر ما حتی الوسط کوشش کنیم که به دعای خود چی به سحر باشه و چی به افطار باشه، چی به نمازهای تهجد ما باشه، چی در تراویح و ختم باشه، هیچ وقت ملت مظلوم افغانستان و تمام جهان اسلام فراموش نکنین از دعایتون، برزی که دعای مؤمن در حق مؤمن قبول میشه و یقینا خداوند خودش کوشش نواز. اینجا چیز دیگه که عرض میکنم که امروز افغانستان قراری که آدم میشنه در روزای اول وضعیت یک کمک باره مخشوش بود، اما کم کم این مقاومت ها و این اعتراض کنندگی ها و کسایی که صدای دادخواهی بلند کردن آستاستا شکل میگیره، شاخ و پنجه میگیره و این میره خم از همیشه همه بوده. وقتی که روسان به افغانستان بودن، اول قیام های خود به خودی بود، مردم احساساتشان بسیار بالا بود، با سرکا و بمبا برآمدن، واقع چیره ماشمای چاق فراموش نمیکنیم، سیام سورا همگی با بمبای خانه خود برآمدن، الله اکبر گفتن و این احساسات خود معسلین چی در پانتون بود و چی متعلمین در مکاتب بودن، خیستن شهید دادن و جه شهید ناجه اینا کلش به حساب ناید شهید و همسال از این برادرها و پسرها و اولادای ما شما شهید دادن و این قیام های خود به خودی، اما خون از وا چی کرد؟ نهال آزادی را به حساب آبیاری کرد. و وقتی که مبارزه آدم میکنه، وقتی که برحق و عدالت خواهی میخیزد،
قربانی داره، به قربانی یه چیز با دست نمیاد. قربانی تنها این است که آدم خون خود را بریزند، قربانی وقت ما شماست، قربانی زبان ما شماست که از زبان خود علمی ماه رمضان اگر حلق و گلوم شما خوش کام است، اما آواز دادخواهیتان را بلند کنین، برسوی که میشه. امروز تنها ما شما نمیتونیم با جنگ روی بروی و استادشان در مقابل عرق بریم، حق خود تنها از اونجا بخواهیم. ما از نظر دیپلماسی و از نظر مساله بین المللی راهی وجود داره که صدای ما را مردم بشنوند. امروز میدیا در اختیار کلی که قرار داره. امروز باور کنین از تلویزیون ها کده خودمی فیسبوک، خودمی تویتر، خودمی اینستاگرام و غیره و غیره چیزایی که هست که تقریبا حدود به 30 چیز است که کلگی استفاده میکنه. واتساپ است که، تلگرام است که، وایبر است که، کل از یا به یک شکل توانایی زیر داره که خبرها را از یک جای به جای دیگه ببره. و از این خاطر ما شما صدای خود به اشکال مختلف میتونیم بکشیم و خاموش نشینیم که خاموشی خودش بناست. همون که مولانا میگه گربینی که نابیناست، نابینا هست چا؟ گر خاموش نشینی از گناه. و خود خاموشی در ذات خود گناست و ما باید به هر رقمی که میشه خاموش نشینیم، برای که از ما شما سوال میشه برادر و خواهر. اگر هیچ کس سوال نکنه، اگر ملت ما دستش به ما نرسه و صدایش به گوش ما نرسه، اما خداوند شاهد است. خداوند از ما سوال میکنه، میگه ای بنده ما، ای مسلمان، ای انسان، ای کسی که در خاک از وطن، ای مادر وطن، پسرانت نمرده هند، آسوده باش، گل اجانب نخورده هند. و علی قسمت میگه تو چطور گل اجانب خوردی؟ چطور خاموش شدی؟ چطور غافل شدی به این وطنی که به حساب زادگاهت بود، مهد تولدت بود؟ چطور گذاشتی که در خون شد بزنه و از خاطر دو طفل، از خاطر زوی یتیم، از خاطر او جوان که با صدر آرزو آماده بود، با کتاب و با قلم میخواست که به حساب آینده مملکت رقم بزنه، حیات از او گرفتیم، قربانی شد. قربانی خواسته های کی؟ خواسته های یک گروپ جاهل که چی طالب باشه. امروز طالب با هر شکلی که باشه محکوم است، محکوم است، محکوم است. و ما شدیداً طالب رد میکنیم، تقبیه میکنیم. کارشان اسلامی نیست، کارشان انسانی نیست، کارشان از ایوان کده. امروز بدتر از شما، امروز صفحات یوتیوب برین ببینید که امروز حیوان حیوان نجات میده. حیوان به حساب چی رقم حیوان نجات میده؟ در حالی که دولت دولت یکی دیگر میتونن به حساب پرت پرت کنن، اما وقتی کمک که میرسه، وقتی که سر رحم رحم میرسه، حیوان امروز به حساب حیوان نجات میده. و این چیز قصه ها زیاد است. و امروز این انسان ها به شکل خود درست است. ما شما میبینیم که یک نوجوان برینواش شده یا شستجوی دماغی شده، برزی همو هورای جنت یا چیزایی برش واده شده که او رو کلیش خراب کردن یا فامیلش واده کردن. گفتن اگه توی کار بکنی ما فامیل تا که زنده است برش نان او میرسنیم. یا گفته اگه این کار نکردی ما تو رو از بین میبریم. و امروز تا اکثر چیزا که از دست خود از یا نیست، تکمه های ریموت کنترل است که از بیرون فشار داده میشه. پس در این صورت طالب محکوم است، طالب روش سیاس و خداوند در هر حالت که باشه. کسایی که میگن طالب یک دایی مستحق یا عادلانه افغانستان است یا برادر میخوانند، من امروز نمیخوانم برادر. و این صلاحیت ما دارم و این نظرم است و هیچ وقت ما طالب به شکل که آمده داعش همچنان یا اساس یا امثال از این هر نوع گروه تروریستی که در افغانستان داخل شده به نام اسلام یا غیر اسلام، کلش قابل عزیز که ما یا را تقبیه کنیم و اینا را بکوبیم و اینا را رسوا کنیم و مردم خدا بگیم که شما ای خواهر و برادر وطن دوست من از چیز نترسین، برزی که خداوند یار و مددگار شما در حالت است. این عجله که می با اجازه خدا می به امر خدا می و به امر خدا میره. و عجل معلق یگانه چیزی است که میتونه تأخیر در صورت بگیره. عجل مطلق هیچ وقت ما شما نمیتونیم دور کنیم. پس که گپای خود جمع کنیم که تقریبا با آخر برنامه نزدیک میشیم و در دو پروگرام یک کمی مشکل تکنیکی ما داشتیم، قرار که با شما عرض کردیم که ما یک استیدیو نمبر دوی خود به حساب در شهر فریمانت کالیفرنیا در اینجا باز کردیم. این از خاطر کردیم که یک سهولت برای برادرها و خواهرها و علما و دانشمندایی که از اینجا میخواین برنامه خود پخش کنن، برشان فاصله را کم شود و امکانات ما زیاد شود. از این خاطر کمی تایم ها و یا کمک بار پس پیش میشه
کسایی که آن تایم هستن این پروگرام ها را سیل میکنین، اگر هستین ما را ببخشین، اگر نیستین ما کار خود باید بجای کنیم. و ضرورت از این مفته با وجود کل جنجال هایی که در افغانستان هست امروز، بازم خبرهای خوشی که شنیده میشه که مردم ها میره درک کردن که نظام سقوطش طرفدارش نیستن و این گفت بسیار عالیست. نظام همین سیستم مملکتی است که امروز پیاده است که همین امنیت نسبی هم که در افغانستان اگه هست همین هم غنیمت است. همین سیستمی که وجود داره که به حساب یک چهار نفر میره کار میکنه، یک ماهاش میگیرن، یک چهار تا طفل مکتب میره، همین هم غنیمت است. اگر نظام برهم میخوره، کسایی که احساسات ترجیح میتن، احساسات خود رو تعقیب میکنن، میگن نظام باید سرنگون شود، سرچپه شود. ما شما این چیزها رو دیدیم. وقتی که نظام سرنگون شد، وقتی که طالبان داخل، طالبان سرمه آزموده هستند برای ما شما. کسی که حواس آمدن طالب داره چی در سایه سال است و چی در سایه چی ما برتان میگم. شما از دزداده هیچ وقت شما صداقت نمیتونید به حساب توقع کنید. و سرمه آزموده را خطا آزمودن خطاست. بر صورت ما نیت داریم خدا کنه خداوند کار بکنه که کل ما را غلط ثابت کنه، برای اینکه خداوند واقعا خودش حلیم است، خودش حکیم است، میفهمه که چی به درد بنده هایش میخوره و ما طلبگار هستیم که خداوند همین کار را در قسمت ملت مظلوم افغانستان بکنه. قصه سرزی بود که ما از بین بردن نظام طرفدار نیستیم، اصلاحات شدید طرفدار هستیم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم قرار مطالعاتی که از زندگی مبارک شده و از فعالیت ها و تجربه که زندگیش حاصل میشه ایست که پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم رهبر جنگی بود، رهبر سیاست بود، رهبر دیپلماسی بود و واقعا درک داشت، روانشناسی جنگ میفهمید و تمام چیزها را درک داشت. و خود از او همچنان اگر امروز در بین ما حضور می داشتن و هیچ وقت انقلاب و سرنگونی یک دولت، حتی دولتی که ظالم باشه، سرنگونیش طرفدار نبود. چرا؟ برای که هر دولت کس یک سیستم داره، گفتی امریکا انفراستراکچر داره و ما شما نمیدونیم در زمان طالبان دیدیم که کل چیز از بین رفت، جنگای داخل افغانستان رو دیدیم که کل چیز از بین رفت و مردم مثل شار اروا وره میرفتن، یک تو تنان نبود کس بخره، مدنیت کل چیز از بین رفت. ما شما به دوره از دوره سنگ هم که در قطر رو داشت. این حال اگر نظام می بود کس واقعا میخواست که اصلاحات بیاره و نظر خود ای آزادی را کلگی داره، خوزن اگر مملکت که ادهای آزادی میکنه در خود اسلام آزادی موجود بوده، با این شکل که دموکراسی را تعریف میکنن با این شکل نه، از این که بهتر بوده و به این صورت حال شرایط امروز ایجاب میکنه که قانونا فرق کنه. اما اسلام رخمه که به مردم آزادی داده بود، آزادی بیان هم وقت بود و سبب پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم بود صدا میکرد نگفه مردم، کسایی که داد دارین، کسایی که سرتان ظلم شده، حتی اگر ما سر شما ظلم کردیم بیاین پیش روی و قصاصتان از ما بگیریم یا از ما تلافی، سبحان الله ای حالت اصحی کنیم. ایره واقعا میگن عدالت، ایره واقعا میگن تقوا. و امروز ما شما که امت امی مصطفی صلی الله علیه وسلم خدا میگیم و بندهای خدا میگیم و پیرو قرآن میگیم، امروز چی میکنیم؟ و پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم قصه بسیار مشهورش است که کسی آمده بود گفت بله مرا به حساب دسایه صدر تو مرا روز یعنی افگار کردی یا آزاده ساخت. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ردای خدا کشید، گفت بیا ردای خدا کشیدن شال خدا، گفتن بیا خودت هم امیر قصاص کن و یه شانه مبارک بوسید و از اونجایی که فکر میکرد بوسید و پس گفت ما هدف ما این بود که ما ببوسم مور نبوت صلی الله علیه وسلم. از این خاطر یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم اینقدر دوست داشتن به این سبب پیش رفت در عدالت تقوا که حتی حاضر شد که بگوید بیا قصاص از ما بگیرین. و همونت حضرت عمر رضی الله عنه که میگفت که کسی در سایتان اگر ما راست باشم مرا کمک و همکاری کنین و اگر ما کج باشم مرا با شمشیر راست کنین. سبحان الله، از این خاطر عمر عادل میگنش. و ما شما از یاد چی میراث گرفتیم؟ همین رهبرای ما شما که هستن که بسیاری کسا کش میترسن از یاد، چرا یارا بد میگین؟ درست است بعد نمیگیم، اما اعمالشان زیر بررسی اگه بگیریم، اعمال اسلامی اکثر از یا کوالیفای نیستن یا در شرایط نیستن که او از رهبری گپ بزنن. رهبر کسی است که در پشت مردم میباشه، رهبر کسی است که زندگیش به مراتب اگه از مردم که بدتر نیست بهتر هم نمیباشه،
رهبر کسی است که در بارگاه و بارگاه زندگی نمی کنه، رهبر کسی است که در قلب مردم زندگی می کنه، رهبر کسی است که با آمدنش مردم خود انرژی می گیرن، با مردم یکسان هم قدم می رهی. خب شرایط امنیتی را آدم درک کرده، می تونه که آدم باید جان نگاه کردن فرض است، و خصوصا کسایی که دراز هستن اگر نیا زود جان خود از دست بدن سربیش. اما هدف ما ایست که به می رقم زندگی های مجلل که دارن، به می قصرهای که ششتن، آیا ای غریبایی که امروز در این ماه رمضان داده سر خانشان چیزی نیست، آیا رهبری را سر زیاد ثابت کرده می دارن؟ و واقعا ما شما قصه رهبری زیاد داریم در اسلام عزیز. وقتی که حضرت عمر رضی الله عنه وقتی که دشار آزوقه می رسان، هارد یا روغن یا هر چیز وقت که بود می رسان، از پشت دروازه تشنن گزمه می کدن خودشان با لباس عادی، با لباس شما می شب عادی بود، محقر بود، صدای طفل را می شن که خانم وسط صدای طفل است، میرن دروازه را می زنن پرسان می شن، جویای اول می شن، می گه یا خواهر ما یا بنده خدا چرا ویسا این شب طفل گریان میکنه و تو خودت هم گریان میکنه، راحت است. میگه طفل ما گرسنه است، برایش هم مقدار آذوقه یا هر چیزی که تعیین شده بود برایش نرسیده. عمر میگه وای به حال هذی خلیفه، به می شکل خودش میره، هنوز خود معرفی نمیکنه و با پشت خود ما آذوقه رو میره، در حالی که همکارم داشت امور مندازه. میگه به حال هذی خلیفه دعا کن. میگه چرا؟ میگه که امو خلیفه که این جفا رو دقت کرده بودم هم. یعنی سبحان الله، ما شما میبینیم این رقم حکومت داری را، این رقم دولت داری را کجا امروز تسبیح ها در دست ما. سبحان الله، با این تسبیح چی میگیم ما شما؟ در حالی که اما ذکر تسبیح را تاخریات نداریم، تا که مردم فریب میتیم با این تسبیح های دراز. ذکر ذکر قلب است، میگه ای تو خدای مهربان باشی قریب میره و حجان، چون ذکر نامت دل کند بیرون رود خوف نهان، و نه با تسبیح میشه و نه با سجاده میشه تا وقتی که دل ما نسوزه و از خدا نترسیم ما، تا نتونیم که بنده هایش کمک کنیم. روز حال وطن ما شما به این حالت است. در مسجد جامع عراق ایراد هم بم گفید، امی فلاکت و بدبختی در هر جای سرچشمه دوانده و مردم امروز در این ماه رمضان. سبحان الله، خداوند یارا در کار غصب خود بکنه و آدم نمیفهمه که چی بگه. از این خاطر خداوند در زندگی خود ما رولش روز به روز کمتر میسازیم، صحبت میکنیم و پلان میسازیم کل چیز، اما فکر نمیکنیم که بدون اجازه خداوند برگز شاخ جدا نمیشه. از این خاطر اراده پروردگار در هر چیز شامل است. یک کار بدون اجازه خدا نمیبره، اما کسی کی را میبرانه؟ کی است؟ وسوسه شیطان شده، گمراه شده، خداوند او را به حساب به دلالت و گمراهی به حساب برده. و از مخاطر ما شما در هم دعا میکنیم که پروردگار ما را برای کسایی که مستقیم هدایت شدن هدایت کنه، برای کسایی که به دلالت و گمراهی رفتن ما را از جمع نگه دارد. این دعای ما به نزد پروردگار است. از این خاطر ما باید به نفسای خود رجوع کنیم. کسی که در چوکی است، کسی که در رهبری است، به نفس خود توجه کنه. کسی که در چوکی های وسط است، چوکی های معاون است، در جای که هستین و نفسای خود توجه کنیم که ما یک روز مثل از این خوار برادر خود در زیر خاک میریم. با خود چی میبریم؟ خوش به حال کسایی که رفتن درجه شهادت نصیب شدن، و درجه شهادت بالاترین درجه است که بر انسان خداوند نصیب میسازه، و امروز بر زیاد درجه شهادت ان شاء الله تعالی داده. ظاهرا ما شما دیدیم که شهید به می شکل میباشه و ظلم ظالم در این ماه رمضان و فامیلایشون حج جزیل بده، بر زیاد خداوند صبر بده و حج دین دنیا را بده که یا در این ماه صبر کردن. و از این خاطر جلسه صلح که در افغانستان صورت گرفت در 6 جون و ایران کمتون خبرهایش را تحقیق کردیم، طبعا صحبت ها یک صحبت هاست تا که واقعا جوانب اصلی تروریسم خصوصا در سایه افغانستان داخل عملا داخل صحنه تفاهم صلح نبه، هیچ وقت صلح در افغانستان نمه و هیچ وقت صلح به دنیا نمیره، تا که جانخورا تصمیم نگیرن که دیگه بس است، جانخوری بس است، مردم کشی بس است. من امروز واقعا صبح در فیسبوک دیدم که کلانترین خیانت هایی که شده در، یعنی کشتارای دست جمعی که در تاریخ بشریت شده، واقعا ده تایش مثال داده بودن، اگه باشم و برتان اینجا فکر نکنم داشته باشم،
اما همه قدر بود که بله هستند اینجا است و برطانه می بسیار به زودی می خوانم که ده کسایی بودن که کلانترین نفر و حساب در دنیا و حساب از بین بردن و این ده نفر نفر اولی که می آید جورج بوش است که در حدود جورج بوش است که در حدود 500 هزار نفر در جریان ریاست جمهوری از این حساب چی میشه کشته میشه جورج بوش جونیور 500 هزار در تاریخی نمبر دوم میه یعنی هیچ از در مقابل کشتار نفر دوم که می نفر دوم نفر دوم از شهر دیگه است که به نام انت پاویلیون میگن کی در حدود 700 هزار نفر به حساب در جریان زندگی ازی کشته میشه و ترور کشیده میشه و همچنان خوی جریان میکنه دوام داره و از چندین مملکت از وقت زیاده میگیره ما وقت مکم است برتون بگویم و بالاخره میرسه با خود هیتلر میرسه و با خود استالین میرسه و با خود ماو توستونگ میرسه که در حدود 700 میلیون نفر به حساب 70 میلیون نفر ببخشید در ظرف نیم اشتباه میکنم در حدود 700 میلیون نفر میگه به حساب از بین میره در جریان رهبری خود ببینین یعنی تاریخ انسان همیشه قربانی داده و انسان ها در هر جایی که هستن انسان هستن ما نمیتونیم تنها افغان به حساب انسان و مسلمان بگیم تمام برادرای ما تمام خواهرای ما تمام ممالک اسلامی در سوریه هستن در عراق هستن در هر جایی هستن در ایران هستن در هر جایی که هستن زیر ظلم ظالم هستن امروز در خود پاکستان برادرها و خواهرای ما شما کشیده میشن به زور مهاجر میشن و برزیا ما شما از خداوند به حساب بخواهیم که خداوند توفیق بده که در این ماه رمضان این جنجال ها کم شود یعنی صلح ما و شما تا خود ما بین خود اتحاد و همکاری و با همی را پرکتس نکنیم بین خود یک جای نشیم از این ما و من نگذاریم هیچ وقت سال در افغانستان نمه وزیری ما افغان و وظیفه ما افغان ها در خارج است که همی را رواج بتیم همی کلچر اتحاد و همدردی را و به مردم و به هر جای هر رقم که دست ما میرسه به هر جای چی با قلم است چی با آواز ماست و چی با کانگرس است چی با سنا است و هر جایی که میشه به نماینده های کانگرسمن های لوکال و منطقوی خود میتونیم بریم و پتیشن بسازیم یک غریزی دست جمعی جور کنیم و بگیم که این حالتی که در افغانستان است بر ما قابل قبول نیست این پیسه که ما به حساب افغانستان به ملت امریکا به حساب که اکثرش مردم بیچاره از کار میکنن میرن به سایه تسلیحاتی و نظامی خرج میشه یا با جای درست مصرف نمیشه به نام مردم افغانستان تجارت میشه و ما میخواهیم که این پیسه با جای درست بره تصمیم های درست گرفته شه باور کنین که قطره ها با هم دریا میشه قطره ها با هم میآمیزن و آب میشن آب جوی میشه جوی دریا میشه دریا بحر میشه از این خاطر ما شما به این عقیده هستیم و با این گفتار خود میرسیم به آخر برنامه که اختصاص داده شده بود سر مسائل افغانستان و اختصاص داده شده بود که صحبت های سر ازی شود و بازم میگم این مبارزه دوام داره تا که صلح درست در افغانستان برقرار نشه و تغییرات لازم نبیه و نفرای اهل کار کسایی که امروز یک پیام ما دیدم که جوان چقدر پیام میداد به اشرف غنی میگفت چی رقم از جوان شما استفاده کنین و جوان تنهایی نباشه که پدر رو برادرش یا کسی عضو سیستم باشه که بازی رو جان میگه پدر ما شاید کراچیوان باشه اما خودم کوالیفای باشه دم کار کنم در حلقه رهبری به جوان ها میگن اگه شما میترسین که ما چوکی و نان و نام از شما میگیریم نه میگه با آمدن ما هم نامتان حفظ میشه هم نان برتان میه و هم چوکی شما و مقام شما رو به حساب به شکل حفظ میکنیم یعنی ما جاگزین شما میشیم از این خاطر خوارا و برادرها دو قشته که زیاد در همه جای کوبیده میشه و در همه جای به اشکال مختلف تعویض و تعصب در مقابلش هسته که خوارای ماست که جوانای ماست و ما میخواییم که در جای کستین از این دو قشته نفع کنین موقع بتین چی مساجد از جوانا رو در روزه رو برویشان واس کنین و چی در مساجد خوارای ما رو به حساب رول بتین در چوکی های تصمیم گیری در جایی که تصمیم میگیرن بانینشان از این خاطر با این گفتار گفتنی ها زیاد است و فکر میکنم که سرتان رو خدا نخواسته به درد نارده باشم در این ماه رمضان از اینکه ما رو تحمل کردن خانهتان آباد انشاءالله روزه و عبادات و طاعات شما قبول باشد و خداوند شما رو در پناه عزت خود با فامیل و با خودتان با جمله دوستایتان باشد
و خداوند دعا کنیم به تلویزیون ایمان کمی رقم پایدار چراغش روشن باشه در خانه هایتان و شما میتونید به چندین و زودترین فرصت شما میتونید به انواع و اشکال مختلف تلویزیون ایمان مشاهده کنید و در این ماه رمضان از کمکایتان و از کمکای خیرخواهیتان و همچنان صدقات و زکات و امثالتان ما را فراموش نکنید که به تلویزیون ایمان و جیب مانی البته تلویزیون ایمان سپورت کنید برزیک پسر ستلایت ماست مصرف اینترنت از مسائل آفیس و غیره مسائل داریم که کل زی حل شد انشاءالله تعالی و با این گفتار می رسیم با آخر کار و از خداوند می خواهیم که خداوند میگیم که امان کن که انجام کار تو خوشنود باشی ما رستگار و صلی علی محمد و آلی و صحاب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سبحانك يا من لا سبحانك يا من لا شريك له سبحانك يا من لا شريك له سبحانك يا من لا شريك له. تلویزیون ایمان پیام آور سعادت هر دو جهان. شريك له سبحانك يا من لا شريك له سبحانك.